سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. در این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 20 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه یاد بگیریم. اسم این قطعه هست پیش درآمد مقدماتی شور. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. میخوایم قطعه شماره 20 رو بزنیم. ما میدونیم همیشه هر قطعه رو که میخوایم بزنیم اول از همه نگاه میکنیم به عدد میزانش. خب عدد میزانمون الان اینجا 6-4. این اولین باره که ما داریم یه قطعه میزنیم که عدد میزانش 6-4 هست. قطعه قبلی که با هم دیگه زدیم خب اکثرا 4-4 بود، به صورت 1-2-3-4 میشمردیم. یکی دو تا قطعه 2-4 و یه قطعه 3-4 هم با هم دیگه زدیم. این قطعه 6 داره. خب ما میدونیم که عدد بالا توی این عدد میزان نشون دهنده تعداد نوت در هر میزانه و عدد پایین نشون دهنده نوع نوته. خب عدد بالا که 6 هست یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان 6 تا نوت داریم. عدد پایین که 4ه یعنی نوع این نوت هایی که داریم نوت سیاهه. پس در کل ما این رو اینجوری میخونیم، میگیم معادل 6 تا نوت سیاه توی هر میزان وجود داره. شما اگه نگاه بکنید مثلا توی میزان اول، خب اول یه نوت سیاه داریم، بعدش 4 تا نوت چنگ داریم، دوباره یه دونه سیاه داریم و یه نوت سفید داریم. خب اگه اینا رو مجموعش رو بخوایم حساب بکنیم، هر دو تا چنگ معادل یه سیاه میشه. خب پس یه سیاه اول داریم، بعد دو تا چنگ اول میشه یه سیاه، دو تا چنگ بعدی میشه یه سیاه، دوباره یه سیاه دیگه داریم، این میشه 4 تا. نوت سفید هم که اون آخر هست، هر نوت سفید معادل دو تا سیاه هست. پس این دو تا با مجموع اون 4 تا میشه 6 تا. شما هر جا رو که توی یه قطعه نگاه کنید، مجموع نوت هایی که توی یک میزان وجود داره معادل 6 تا نوت سیاه هست. پس در واقع ما توی هر میزان 6 تا ضرب داریم و توی هر ضرب معادل یک نوت سیاه اجرا میکنیم. گفتیم وقتی توی قطعمون نوت چنگ داریم باید تو شمارشمون و اضافه کنیم که بتونیم نوت چنگ رو اجرا کنیم، چون قراره که توی یک ضرب ما دو تا نوت اجرا بکنیم. پس بهتره که ضربمون رو نصف بکنیم، به جای 1-2 بگیم 1 و 2 و تا آخر که بتونیم نوتای چنگ رو بزنیم. پس به این شکل میشماریم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. و این که از مدل شمارش قطعه که حالا توی نوازندگی هم باز دوباره در موردش حرف میزنیم که کاملا براتون جا بیفته. یه سری علامت های تکرار داریم، تکرار یک میزان که توی خط اول یا توی خط چهارم میبینیمشون. میدونید دیگه این علامت، علامت تکرار یک میزان قبلا گفتیم اگر وسطش خط بود، یعنی در واقع این علامتی که شبیه درصده، اگه بین دو تا میزان قرار گرفته بود میشه تکرار دو میزان قبل، ولی وقتی توی یک میزان قرار گرفته میشه تکرار یک میزان قبل. ما توی این درس تکرار یک میزان رو داریم. یه نکته مهمی که توی این درس داریم در مورد اون علامت های عرضی هست، اون نوت های می که بعضی جا علامت کرون گرفته. مثلا توی همون میزان اول نوت دوم، نوت می که روی خط اول هست، کنارش علامت کرون میبینیم. خب ما میدونیم همیشه نوت می رو روی خرک هشتم اجرا میکنیم. اینو توی درسای ابتدایی، تو درسای اول بهتون گفتم همیشه نوت می روی خرک هشتم اجرا میشه. فقط زمانی می رو خرک اول اجرا میشه که کنارش علامت کرون باشه. یادتون باشه می خرک هشتم زرد با می خرک اول سفید یکی هست، یعنی از نظر روش نوشته شدن هر دوتا رو روی خط اول می نویسیم. پس نوتی که روی خط اول نوشته میشه هم خرک هشتم زرد هست هم خرک اول سفید. حالا از کجا بفهمیم که بالا باید بزنیم، یعنی هشتم زرد بزنیم یا اول سفید؟ اگر کنارش علامت کرون بود میشه خرک اول سفید و اگر نبود میشه هشتم زرد. همین حالت رو برای می سفید و پشت خرک هم داریم. می خرک هشتم سفید و اول پشت خرک باز دوباره مدل نوشتاریش یکی هست. هر دوتاش نوتش بین خط چهارم و پنجم نوشته میشه. حالا اگر می علامت کرون داشت خرک اول پشت خرک میخوره.
اگر نداشت خواهی که هشتم سفید میخوره. پس اینو لطفا اینجوری یادش بگیرید، می هشتم زرد و اول سفید شکل نوتش یکیه رو خط اوله، هشتم سفید و اول پشت خرک باز دوباره یکیه بین خط 4 و 5. روش تشخیصش اینه که اگر کرون بود خرک اول، اگر نبود خرک هشتم اجرا میشه، که در واقع وقتی که علامت نداره در واقع بمول هست. چرا؟ چون توی اگر نگاه بکنید بعد از اینکه علامت کلید سول رو میبینیم، روی خط سوم علامت بمول گذاشته شده، بین خط 4 و 5 دوباره علامت بمول گذاشته شده. ما میدونیم بین خط 4 و 5 جای نوشته شدن نوت می هست، که جای نوشته شدن نوت می علامت بمول گذاشته. یعنی چی؟ یعنی توی قطعه هر جا می میبینی بموله. خب ما توی کوک سنتورمون می خرک هشتم رو بمول کوک کردیم، پس هر موقع می رو میبینیم خرک هشتم میزنیم. فقط در صورتی که علامت کرون داشته باشه اون موقع میاد روی خرک اول اجرا میشه. پس اینو یادتون بمونه. یه نکته در مورد همین علامت ها تا توی بحثش هستیم بهتون بگم. یادتون باشه این علامت عرضی که حالا اینجا در اون کرون داریم حرف میزنیم، وقتی میاد تأثیرش تا آخر میزان روی همون نوت باقی میمونه. یعنی مثلا اگر می که روی خط اول نوشته میشه علامت کرون بگیره که اون موقع روی خرک اول سفید اجرا میشه، دیگه تا آخر اون میزان اگر باز دوباره نوت می داشتیم که روی خط اول بود، باز دوباره کرونه، دیگه نیازی نیست علامت کرون رو براش بذاره. پس تأثیر اون علامت روی همون نوت تا آخر میزان باقی میمونه. اما اگر خواست می پشت خرک بزنه، یعنی می که بین خط 4 و 5 بود رو کرون بکنه، باید حتما علامت کرون رو کنارش بذاره و الا اون علامت عرضی روی نوت های اکتاو دیگه تأثیر نمیذاره، فقط روی همون نوت تأثیر میذاره. حالا اینو باز دوباره تو قطعه میبینیمش، اشاره میکنم که بهتر متوجهش بشید. خب بریم شروع کنیم نوازندگیش رو با هم دیگه کار کنیم. اگر نکته دیگه بود بهتون میگم در طول قطعه. خب میزان اول، اولین نوتمون که یه سول رو سیمای زرده، بعدش می فا سول لا که چهار تا نوت چنگه، بعدش هم فا سول. به راست و چپش توجه بکنید که کجا راسته کجا چپه. فقط دو تا نوت توی این نوتایی که اینجا خوندیم چپ بود که بالاش هفت گذاشته شده. پس میزنیم یه دونه سول زرد، سول، بعد از می چون کرون داره خرک اول، می فا سول لا فا سول. فا و سول هر دو با دست راست اجرا میشه. به این راست چپ ها حتما با دقت توجه داشته باشید که اشتباه نشه. بریم با شمارش بزنیمش. یک و برای نوت اوله، دو و سه و چهار تا نوت چنگمون میشه، چهار و برای فا میشه، پنج و شیش و برای سول میشه. پس میگیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و، یه ذره سرعت رو میارم پایین، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و. اینو که اجرا کردیم تکرار یک میزان داریم، یعنی این میزان باید دوباره اجرا بشه. میریم میزان بعد، باز دوباره شروعش با یه سول شروع میشه. نوتای بعدی هست دو سی لا سول فا سول، نوت آخر که نوت سفید هست نوت سول هست. میگیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. اینم از میزان دوم که به خاطر تکرار یک میزانی که داشت دوباره اجراش کردیم. میریم سراغ خط دوم، باز دوباره با سول شروع میشه. سول یک نوت بالاتر میرن نوت ها، یعنی به جای اینکه از دو بیایم از ر شروع میکنیم. یه نکته ای که قبلا داشتیم توی درس های قبل، اینجا باز دوباره تکرار شده، اینه که دیگه اینجا راست و چپ رو نذاشته رو نوت ها. چرا؟ چون الگوی مضراب گذاریش قبلا وجود داشته، همون الگویی که توی میزان قبل زدیم اینجا باز تکرار میشه. یعنی راست 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 چپ راست چپ راست. پس میزنیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. باز دوباره توی میزان دوم، خط دوم، میزان دوم برمیگرده یه نوت پایین تر، یعنی مثل میزان آخر خط اول اجرا میکنیم.
یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و میزان آخر خط دوم تکرار میزان اوله، یعنی همونی که از میکرون شروع میشد. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و میریم سراغ خط سوم. سول سولا سی دو سی لا سول، میگیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و نوت آخر که سفیده دو تا زر برای خودشه، یعنی پنج و شش و. میزان دوم خط سوم از نوت سی شروع میکنه، یعنی اول یه سول زرد میزنیم بعد از نوت سی سفید دو و سه و، یعنی تا می میره بالا سی دو ره می و ره دو سی بر میگرده دوباره رو سی، پس یه حرکت موجی شکل داره، از نوت سی میره بالا تا می دوباره بر میگرده رو خود سی. توی حفظ کردن درس اینجوری اگر مسیر رو حفظ کنید قطعا براتون ساده تر میشه، یعنی حفظ کنید که از نوت سی شروع میکنیم چهار تا نوت میریم بالا و بعد دوباره همون مسیر رو بر میگردیم تا خودمون نوت، پس میشه یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. توی میزان بعد یعنی میزان آخر خط سوم یک نوت میاد پایین تر، یعنی شروع حرکت ما از نوت لا میشه، از نوت لا چهار تا میریم بالا و بعد بر میگردیم دوباره رو نوت لا میشه یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. نوتامون بود سول لا سی دو ره دو سی لا. میریم خط چهارم، از نوت سول همون حرکت رو داریم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. این جمله رو که زدیم میزان دوم خط چهارم باز تکرار میزان اوله، بهش میگن پایه، اون قسمتی از قطعه که توی قطعه چندین بار تکرار میشه که یه تکرار یک میزان هم داره، باید دوباره اجراش کنیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. میریم سراغ جمله بعد، خط چهارم میزان آخر سول می ره دو ره می فا ره. نوت هامون به این شکله. من دیگه به خاطر اینکه دیگه پیش‌فرض من اینه که حالا که رسیدیم به قطعه 20 دیگه شما توی نوت خوانی ها مشکلی ندارید، خیلی دیگه روی نوت خوانی ها وای نمیسم، فقط میخونم و رد میشم. اگر که احساس میکنید توی خوندن نوت ها مشکل دارید حتما برگردید ویدیوهای قبل رو نگاه بکنید که نوت ها رو کاملا مسلط بشید. حالا جلوتر فرصت بشه یه ویدیوهای یه تکنیک هایی رو بهتون میدم برای اینکه سرعت نوتخوانیتون بره بالاتر و سریعتر بتونید نوتا رو تشخیص بدید، اون هم تمرین ها و تکنیک های مخصوص به خودش رو داره، ولی فعلا در این حد که بتونید نوت رو با یه ذره دقت بخونید توی ویدیوهای قبلی مفصلتر در مورد نوتخوانی ها حرف زدم، به خاطر همین دیگه الان زیاد روی نوتا وای نمیسم، فقط میخونم و رد میشم که یه دور فقط خونده باشم که شما متوجه بشید نوتا چی هم. یه نکته ای که توی این قسمت داریم کنار نوت می علامت بمول گذاشته. خب اول ویدیو من بهتون توضیح دادم، گفتم توی کلید سول بعد از کلید سول توی اون سرکلیدمون بین خط 4 و 5 بمول رو گذاشته، یعنی هر چی می اینجا میبینید بموله. پس چرا اینجا دوباره کنار می اومده علامت بمول گذاشته؟ به این علامت ها میگیم علامت های کاشنری، یعنی برای تاکید اومده، یعنی میگه حواست باشه که این می بموله، چون قبلش چند جا می کرون استفاده شده بود، داره میگه موقع اشتباه نکنی که این می رو هم کرون بزنی، اینو باید همون خرک هشتم اجرا بکنی و این نوت که بین خط 4 و 5 میشه خرک هشتم سیمای سفید. پس از بالا شروع میکنیم، یه سول زرد اول میزنیم سول می ره دو ره می فا ره با شمارش یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. میزان دوم، میزان بعدی که میشه میزان اول خط پنجم، یه نوت میاد پایین تر، یعنی از نوت ری شروع میکنه، سه تا میاد پایین و برمیگرده بالا یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. نوتامون بود سول ری دو سه.
سی دو ری می دو. میزان سوم خط پنجم از نوت دو شروع میکنه، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و نوتاش هست سول دو سی لا سی دو ری سی. میزان بعد یعنی میزان آخر خط پنجم از نوت سی شروع میکنه، سول سی لا سول لا سی دو لا. میشماریم یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. و میزان اول خط آخر از نوت لا شروع میکنه که میشه آخرین نوت این جمله، آخرین میزان این جمله، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. نوتش هست سول لا سول فا سول لا سی سول. میریم قسمت آخر یعنی میزان دوم خط آخر، یه دونه سول زر از می، می چون کنار شرمت کرونه میشه خرک اول، می خرک اول سفید شروع میکنه، نوتامون هست می فا سول لا سی دو ر می فا سول. دقت کنید که می که بین خط اول، می که روی خط اول علامت کرون داره میشه خرک اول سیمای سفید، می بعدی هم که بین خط 4 و 5 باز دوباره علامت کرون داره میشه خرک اول پشت خرک. درسته که ما گفتیم تاثیر علامت کرون تا آخر میزان میمونه، اما روی همون نوت یعنی این می که رو خط اوله اگر باز تکرار بشه دیگه نیازی به گذاشتن علامت کرون نیست، اما چون این می می اکتاوش هست بین خط 4 و 5 اگر قرار باشه پشت خرک بخوره باید حتما علامت کرون براش گذاشته بشه که اینجا علامت رو گذاشته براش، پس دو تا می رو باید پایین اجرا بکنیم. پس نوتامون هست سول می فا سول لا سی دو ری می فا سول. با شمارش یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. میزان آخر یه جفت سول داریم، یک و دو و سکوت، سه و جفت دو، چهار و جفت سول، پنج و شش و هم سکوته. پس شد میزان آخر شد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. بسیار عالی، ما میزان قطعه رو بررسی کردیم، نوتا رو خوندیم، شمارشش رو کار کردیم. از نظر جمله بندی اگه بخوایم در نظر بگیریم، دو خط اول میشه یک جمله، خط دوم و دو میزان اول خط سوم و دو میزان اول خط چهارم میشه جمله دوم، و از میزان آخر خط چهارم تا میزان اول خط آخر میشه جمله سوم، دو میزان آخر هم جمله آخر. پس میشه اینو به چهار قسمت یا چهار تا عبارت تقسیم کرد. خب من یه تیکه یه بار از بالا تا پایین با شمارش براتون قطعه رو میزنم، گوشش بدید. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. تکرار پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. این میشه جمله دوم. دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. دوباره پایه دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و. این جمله سوم. دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و. یک و جمله آخر
5 و 6 و بریم یه دور با مترونوم زدنش رو هم یاد بگیریم. خب ما میدونیم این قطعه 6 4 6 ضربیه، پس مترونوم رو میذاریم رو 6. سرعتی هم که مشخص کرده گفته باید با سرعت 66 اجرا بشه. اوکی. یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و به سر ضربه توجه بکنید. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خوب و خوش باشید.